کرده، بعد نمیدونم 4 تا صهیونیست بیکار پیدا شدن اومدن یه چیزی گفتن. نه، بلکه باستا به کارهای رسمی، برنامه های رسمی دولت اسرائیل که 90% مردم اسرائیل از دید من با خیلی هاش موافقن، اون میشه مقاله توی العربیه. اینو خوب دقت بکنید. ببخشید من برای که ما بتونیم که حالا داریم راجع به اینا حرف میزنیم، این افسانه چند نژادی و این مسخره بازی ها و اینا رو ببندیم، ویدئوی شماره 3 رو اگه خواهش کنید، خواهش کنم نشون بدین. که من فقط قبلش یه چیزی بگم، بی بی سی هدفش از ساخت این تیکه و گفتگوش با آقای استاد مازیار اشرفیان بناب این بود که بخواد با پدرسوخته بازی بگه ما چیزی به نام نژاد یا ایرانی ها اصلا آریایی نیستن، که بعد از اینکه یه تیکایی رو گفتگو میکنن با آقای مازیار اشرفیان بناب و ایشون متوجه میشه بی بی سی چیکار کرده، میاد یه پاسخ به اینا میده، میگه من نگفتم آریایی هستن، نگفتم نیستن، گفتم ملت ایران امروز بیش از 90% از همون الگوی ژنتیکی پیروی میکنه که ریشه در 10000 سال پیش داره. یعنی چه عرب ایرانی، چه گیلانی، چه بلوچستانی، چه نمیدونم سنندجی و ایلامی و کرمانشاهی عزیز، چه نمیدانم ارومیهی و تبریزی و اردبیلی عزیز، همه ما داره یه تباریم، گرچه در گذر زمان یه مقدار از دید زبانی شاید متفاوت شده باشه. وگر ببینید مگر یک سیاه پوسته آفریقایی تبار که تو فرانسه زاییده شده و فرانسوی زبان شده مگه سفید پوست شده به خاطر فرانسوی زبان شدنش؟ پس هم میهن آذری ما هم، یا منی که زبان مادریم هم ترکی قشقاییه، به خاطر این زبان من اینطوری نمیشم هم میهن من. من از تخم و ترکه چنگیز نمیشم، ژنام ملق نمیزنن. من کار به ژن کسی ندارم، ولی دارم میخوام بگم چون بعض از هم میهنان ما میسن جلو آینه خودشونو شبیه مغولا تصور میکنن، اینم یه بیماریه. یعنی پوست سفید داشته باشی، مثلا چشات قهوه‌ای یا سبز و آبی باشه، موهای روشنی داری، چهره کاملا ایرانی، بعد مغزتو شستن جلو آینه که میستی مثلا فکر میکنی مثلا این هستی. حالا اینو نیام بگن من نژاد ستیزم، نه، چون من رگ و ریشه خودم از سوی مادری قشقایی ام، تو بعضی از خیشاوندام هم هست کسایی که اینطوری باشن، خیلی هم دوستشون دارم و منظورم چیز دیگه ای بود. به مغول ها هم با اینکه هزار یه بلا سر ما آوردن احترام میذارم، چون اون چند صد سال پیش بوده، پیوندی با اکنون نداره و گناه اونا رو به امروز مغولستان امروز نباید نوشت. از دقیقه 2:34 تا پایان ویدیو اگر نشون بدین ازتون سپاسگزار میشم. ویدیو شماره 3، خیلی جالبه این ویدیو. ویدیو شماره 3 رو از دقیقه 2:34 آقای استاد مازیار اشرفیان بنا، 2:34. با به نتیجه رسیدیم که تمامی اقوام ایرانی ریشه مشترکی دارن که بخش عمده محتوای ژنتیکی اونها، چیزی بیش از 70% محتوای ژنتیکی تمام گروه های ایرانی که فعلا در مرزهای سیاسی ایران ساکن هستن و زندگی میکنن، به یه ریشه مشترک حدوداً 10000 ساله برمیگرده که به دنبال انقلاب نئولیتیک یا پیدایش کشاورزی در حدود همین 10000 سال پیشتر منطقه جنوب غربی کشور و ایران زندگی میکردن و به هر حال این جمعیت اولیه گسترش و رشد پیدا کرده و در تمام فلات ایران و بعد شاید در بیرون از مرزهای سیاسی فعلی ایران مستقر شدن و این جمعیت ریشه مشترک ژنتیکی تمام اقوام ساکن در فلات ایران است. اگر این آزمایشات نشان می‌دهد مهاجرت آریایی‌ها تأثیر چندانی بر نژاد ایرانیان کهن نداشته است، آیا حمله اعراب و سایر اقوام مهاجر نژاد ایرانی را دستخوش تغییر کرده است؟ رد پای حمله اعراب رو بیشتر در جنوب غربی کشور به ویژه استان‌های خوزستان، لرستان، کهگیلی و بویراحمد و تا حدی بوشهر می‌تونیم ببینیم. منتها این رد پاها به قدری محدود و ناچیز هستن که نشون میده اختلاط جمعیتی بین اقوامی که قبلا ساکن بودن، ایرانیانی که اینجا ساکن بودن و در اثر این هجوم یه مختصری محتوای ژنتیکی قوم مهاجم رو گرفتن، بسیار بسیار ناچیزه. با توجه به نتایج این تحقیقات به نظر میرسد اختلاط نژاد ایرانی با سایر اقوام مهاجر یا مهاجم بسیار اندک بوده است.
بنابراین آیا ریشه نژاد تمام ایرانی هایی که سادات خوانده می شوند به بزرگان دین اسلام مربوط می شود؟ با بررسی مارکر هایی که روی کروموزوم وای هست سعی کردیم این ریشه مشترک رو پیدا بکنیم. میشه در بخشی از کسانی که به عنوان سادات شناخته میشن این ریشه مشترک رو در 1400 سال پیش پیدا کرد، ولی مطالعات ژنتیکی نشون میده که حضور دارن کسانی که در این جمعیت یا در این گروه خاص که نمیتونن ریشه مشترکی با بقیه در حدود 1400 سال پیش داشته باشن. آنچه که در این تحقیقات واضح است ریشه مشترک تمام اقوام ایرانی است، اشتراکی که با وجود تفاوت زبانی نمیتوان آنها را به اقوام نژادی مختلف تقسیم کرد. شهریار سیامی، بی بی سی. بله بفهم. خواهش میکنم، این بسیار واضح بود. من از شما خواهش میکنم، ما برای که ببینیم خانم برندا شفر با کی کار میکنه و خوراک به کی میده، و پوزش میخوام، من آدم بیادبی نیستم، ولی اینا سینه مادر خودشون حاضرن گاز بگیرن، ولی سینه های برندا شفر رو گاز نخواهند گرفت، چون مادر خونده شونه، حقوقشون رو میده، پولشون رو تامین میکنه. شاید اگر برندا شفر هم بهشون دستور بده از هر کدوم برن یه گاز از سینه مادرشون بزنن ولی گاز بگیرن، ولی سینه های برندا شفر رو گاز نمیگیرن. ما سندش هم با سند با شما حرف میزنیم. ازتون خواهش میکنم اگه امکان داره ویدیو شماره 6 رو اگر نشون بدید، از آغازش تا دقیقه 6:30. چرا میگم از آغاز؟ چون خیلی مهمه. این آقا مجری، آقای انصاف علی هدایت، از تلویزیون تجزیه طلب تروریستی گوناز تیوی که 26 سپتامبر 2020 هم این برنامه انجام شده، داره اعتراض میکنه به یه مسئله‌ای که خودتون اونجا خواهید شنید. مثلا اینه که به قول گفتنی یک سرمایه گذار ترک میگه آذربایجان جنوبی به رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی داره میگه که رئیس بانک تجارت ایشون گفته که کارخونه بزرگ نساجی رو چرا بردی اردبیل تأسیس کردی، برای همین برای ایشون مشکلات بسیاری درست کردن. رئیس بانک تجارت هم رضا دولت‌آبادیه. این آقای مجری میگه همه شعبه‌های بانک تجارت باید تحریم و بایکوت بشن چون میخوان سرمایه آذربایجان رو از اونجا خارج بکنن و حساباتونو در بانک تجارت ببندی تا ورشکست بشه، باید محاکمه بشه، علیه او باید اقدامات نمیدونم اقامه دعوا بشه. و من پرسشم از ایشون اینه، من ببخشید من قصد من آدم تفرقه اندازی نیستم، ولی درگیری تبریز با اردبیل و ارومیه سر بودجه گیری رو کی باید رسیدگی بکنه؟ این که الان تبریز چند ساله الان نمیدونم انجام شده یا نه، دنبال اینه پارساباد مغان رو بالا بکشه شهرداری تبریز با اون باند پان ترکیستیش، اینجا کی باید دنبال حق اردبیلیا بدوه؟ آقای انصاف علی هدایت دروغگو و شارلاتان، ها؟ این که میخوان یه منطقه به درد نخور رو بدن به اردبیل، ازش پارس آباد مغان رو بگیرن اگه اشتباه نکنم، اینو کی باید رسیدگی بکنه؟ بعدش هم اونجا هم که میگه که خانم برندا شفر مقاله برنامه هم اینه، چرا خانم برندا شفر دموکراسی برای امپراتوری ایران رو غیر ممکن میدونه؟ برنامه در مقاله‌ای که به تازگی منتشر کرده، ایرانی ها مجبورن یکی از دو گزینه رو بپذیرن. خوب دقت کنید، یا امپراتوری ایران رو که 100% فرو خواهد باشید، یا دموکراسی. دموکراسی هم از منظورشون اینه که به FTT تن بدن، که دوستان گرامی در این زمینه تخصص دارن، این مسائل خوب براتون باز میکنن و دست اینا رو برای شما رو خواهند کرد. بعد میگه ما دو مهمان داریم، از ملت ترک و از ملت فارس. از ملت ترک احمد هاشمی، متخصص علوم سیاسی، کارشناس سابق وزارت امور خارجه، که تو با فرتور یا عکس به شما نشون میدید این جرثومه کیه و اینم یکی از اون صادراتی های اطلاعات سپاس. ناصر کرمی از ملت فارس، از طرف ملت فارس در برنامه حضور پیدا کرده. خب انگار مذاکره بین دو تا کشوره، مثلا از دو تا کشور اومدن نشستن میخوان با هم دیگه گفتگو بکنن. بعد میگه متاسفانه نتونستیم برندا شفر رو در برنامه داشته باشیم، که امیدواریم بعدن بشه. یعنی اینا همیشه هم دسترسی دارن به این مادر خونده ای که سینه هاش رو گاز نمیگیرن هیچ موقع. اگر اینو نشون بدین ازتون، تا دقیقه از آغاز تا دقیقه 6:30 سپاسگزار میشم. از سلام و شب خوش.
انصاف علی هدایت هستم و با دیالوگی دیگر بخشی از امشب رو همراه شما خواهیم بود. قبل از اینکه وارد موضوع اصلی برنامه بشم، یک ویدئو رو در اخت داریم، یکی دو روزه میبینیم، میخوام در مورد اون یک مقدار یه خیلی کوتاه صحبت بکنم. در یک ویدئوی که اخیرا منتشر شده در تمامی شبکه‌های اجتماعی، یکی از سرمایه‌گذاران ترک آذربایجان جنوبی به رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران داره میگه که رئیس بانک تجارت به ایشون گفته که چرا سرمایه به این بزرگی، کارخونه به این بزرگی رو که کارخونه نساجی هست، در اردبیل تأسیس کردی و به خاطر همین برای ایشون دارن مشکلات بسیار زیاد ایجاد کردن. اسم این آدم هستش رضا دولت آبادی. من عکسش هم دارم، متاسفانه نمیتونم از اینجا نشون بدم، ولی اگر رضا دولت آبادی رو بشه یه جوری، شاید دوستان بتونن زوم بکنن روی این عکس یا خودشون عکس رو پیدا بکنن. چیزی که رضا دولت آبادی، رئیس بانک تجارت، چیزی که در اینجا میخوام بگم قبل از آغاز برنامه اینه که به نظر شخص من باید این بانک تمامی شعبه هاش باید تحریم بشه. باید تمامی کسانی که میگن در ایران تبعیض وجود نداره، همه با هم هموطن هستیم، آذربایجانی و ترک و پارس و اینها فرقی با هم ندارن، همه ایرانی هستیم، باید همه بانک تجارت ایران رو تحریم بکنن. باید تمامی حساب‌های بانکی رو در این بانک‌ها ببندن. باید پول‌هاشون رو از این بانک‌ها و شعبه‌هاش بیارن بیرون. این چیزی که من فکر می‌کنم میشه مجازات کرد یه چنین آدم‌ها و شرکت‌ها و بانک‌ها و مؤسسات رو تا نتونن جسارت بکنن برای بله این آدم هستش. بسیار متشکرم از همکار گرامی که این عکس رو پیدا کردم. این آدم همون آدمیه که تصمیم گرفته تا حالا در یک بخشی تصمیم گرفته که آذربایجان رو تحریم بکنه یا ورشکست بکنه، سرمایه های آذربایجان رو از آذربایجان به جای دیگه منتقل بکنه. حالا در همین حد من فقط میخواستم موضع خودم رو اعلام بکنم و همون. فعلا بقیه رو دیگه دوستان خودشون هر کس که در ایران هستش و تو این بانک حساب داره، حالا حساب پسنداز یا هر حسابی داره، فکر میکنم که باید این حساب ها بسته بشه و این بانک ورشکست بشه. به نظر شخص من باید این کار انجام بگه و این آدم باید محاکمه بشه. حالا این هم وظیفه وکلا هست، کسایی که به قانون چیز دارن، دست آگاهی دارن، آشنایی دارن، اینها باید با مراجعه به دادسراها قوه قضاییه علیه این شخص اقامه دعوا بکنن و این شخص باید مجازات بشه از نظر قانونی. حالا این چیزی که به نظر من اومد و دوستان حالا خودشون هر جا که هستن میتونن در این مورد حرف بزنن. حالا این از این، این در رو ببندیم. دری که برای امشب باز میکنیم عبارت هستش: چرا خانم براندا شیفر دموکراسی را برای ایران، امپراتوری ایران، غیر ممکن میداند؟ خواهد پروفسور خانم پروفسور براندا شیفر در مقاله‌ای که اخیراً منتشر کرده است، تئوری عدم امکان تداوم امپراتوری ایران و دستیابی به دموکراسی در ایران رو مطرح کرده. به عقیده این پروفسور و استاد دانشگاه، ایرانی ها مجبور به انتخاب یکی از این دو هستند: یک، یا امپراتوری ایرانی که در نهایت فرو می‌ریزه، یا دموکراسی برای ایرانیان که در نهایت باید به اون سمت رفت. جلسه مقاله بسیار کوتاه هست، اما او به سان یک استاد دانشگاه بدون طرفداری از ایران یا ملل غیر فارس زبان در ایران، وضعیت ایران کنونی را
از جنبه های مختلف بررسی کرده است و برای خروج از این بحران راحل هایی رو هم نشان داده است. ما در برنامه امشب با حضور دو مهمان از دو ملت ترک و فارس به نقد و بررسی نظریه جدید خانم شیفر خواهیم پرداخت. جناب احمد هاشمی متخصص علوم سیاسی و کارشناس سابق وزارت خارجه ایران ترک و جناب مهندس ناصر کرمی نویسنده فارس از طرف دیگر و به هر حال از طرف ملت فارس در برنامه حضور دارم. بسیار متشکرم که هر دو آقایون در این برنامه حضور دارید. سپاسگزارم. خدمتتون هم برسونم که من و جناب هاشمی خیلی تلاش کردیم که بتونیم خود خانم شیفر رو هم به این برنامه دعوت بکنیم، ولی به خاطر فکر میکنم کرونا، این تعطیلی دانشگاه اینا، نتونستیم با ایشون سریع تماس برقرار بکنیم و در این برنامه حضور داشته باشن. به هر حال امیدواریم در آینده بتونیم از دیدگاه های ایشون از زبان ایشون آشنا بشیم. آقای بفرمایید. خواهش میکنم. واضح بود دیگه. من اینجا هم بگم این رئیس بانک تجارت رضا دولت‌آبادی خیلی بیجا کرد، پوزش میخوام اینگونه میگم، هر گوشه از ایران آباد بشه به سود ملت ایرانه. ایران خانه همه ایرانیانه. همونقدی که یک مشهدی در اهواز سهم داره، یک اهوازی در مشهد، همونقدی که یک زاهدانی در تبریز سهم داره، یک تبریزی در زاهدان. باز هم میگم پوزش میخوام، رئیس بانک تجارت رضا دولت‌آبادی خیلی بیجا کرده که این حرف رو زده. حالا ما برای که بدونیم این آقای احمد هاشمی یه دفعه از کجا سر در آورده، اومده توی نمیدونم تلویزیون تجزیه طلب و بعد توی نمیدونم ایران اینترنشنال و میگه آذربایجان جنوبی و این آقا دست پرورده کجاست؟ خب چی اینو اینطوری بالندش کرده، رشدش داده و فرستادتش؟ خواهش میکنم فرتورای شماره 7 رو نشون بدین. سپاسگزار میشم ازتون. گروه 7؟ بله بله، گروه 7 رو اگه نشون بدین سپاسگزار خواهم شد. و اونجا دیگه واضحه دیگه این آقا کجا نشسته، مجری هم سیما ثابت و نمیدونم. اگه خودتون تفسیر بفرمایید سپاسگزار میشم. کنار احمدی نژاد نشسته و تو بعد میاد ایران اینترنشنال و بعد میاد توی ملاقات‌های مهم میان سران جمهوری اسلامی با سران کشورهای دیگه شرکت داره و خیلی جالبه. بله ایشون همین احمد هاشمی هستن که الان تو اون برنامه که دیدید در ویدیو دعوت شده و به عنوان یک فعال ترک که مجری برنامه میگه ملت ترک، این وسط این بالا میبینید به عنوان مترجم بغل دست احمدی نژاد نشسته و پایینم در برنامه خانم ثابت در ایران اینترنشنال. و این همون داستانه که این اراذل و اوباش همه جا فقط میچرخن، از این تلویزیون تو اون تلویزیون، از اون تلویزیون تو این یکی تلویزیون، همه جا هستن، فقط هم همین افراد باید باشن، جرئت نمیکنن سمت یک میهن پرستی برن که قشنگ بزنه ریشه همشون رو توی برنامه بسوزونه. بگو سعید جان. بعدشم فقط اینو بگم پوزش میخوام، بعدشم در همون توی اون فرتورای عکس‌ها هست که در شبکه گوناس تیوی در یک برنامه شرکت کرده که اسمش گونه آذربایجاندا ایران دستکلی کورد تروریزمی، یعنی تروریزم کردی مورد پشتیبانی ایران، منظورش جمهوری اسلامیه، در آذربایجان جنوبی. خیلی جالبه. پانکوردها میگن جمهوری اسلامی هوادار پانترکیزمه، پانترکیزها میگن جمهوری اسلامی هوادار پانکوردهاست. خیلی جالبه. جمهوری اسلامی از دید ما پدرخونده، یعنی کمک کننده همه ایناست، پدر چندم همه ایناست، چون الان 42 ساله داره ازشون پشتیبانی میکنه. اول که دوستان اون تلویزیون رژیم اینترنشنال شعبه چهارم صدا و سیمای ملی جمهوری اسلامی در لندن با مدیریت علی اصغر رمضان‌پور، مشاور ارشد محمد خاتمی، مهره مستقیم جورج سوروس و اون جریانی هم که میگفتن عربستان داره این پول رو میده، خود عربستان توی همون روزنامه گاردین تکذیب کرد، گفت نه من نه هیچ کدوم از این جکوجنورای دور و برم همچین کاری رو نکردیم. البته عربستان ارادت خاصی به اصلاح طلبان و در کل به جورج سوروس داره و اینی که جمهوری اسلامی اومد شهرام شالادان
تبلیغ کرد که این رژیم اینترنشنال رو عربستان رو اندازی کرده، در حقیقت پول این مجموعه از جمهوری اسلامی بخش اصلاح‌طلبانش میاد که از سروس اصلی حمایت میشه، که اتفاقا در جریان FTD ما در روند برنامه که به اون چارت اصلی برسیم شما خواهید دید افرادی که در رژیم اینترنشنال میرن افرادی هستند که آموزش دیده FTD هستند، در نقش موافق و مخالف یک بحث. یعنی شما در یک بحث مریم معمار صادقی رو از FTD میبینید در نقش مخالف دولت فرض کن ترامپ، بعد روبروش دو تن دیگه است همون FTD رو میبینید در نقش موافق ترامپ، یا علی افشاریان رو، علی افشاری جانور اصلاح طلب رو میبینید در نقش مخالف خاندان پهلوی، امیرحسین اعتمادی رو داری میبینی در نقش موافق خاندان پهلوی، بعد جفت اینا زیر مجموعه FTD هست و این بحثایی که اینا انجام میدن برای سرگرمی ملت ایران و نابودی اون هدف اصلی که ملت ایران توی خیابون‌ها فریادش دادن، اون شعار جابیچا و رضا شاه رو بچاد بود که حالا ما در ادامه بهش خواهیم پرداخت. اما دکتر مهران، وقتی شعبه چهارم صدا و سیمای جمهوری اسلامی رژیم نشنال اینترنشنال هست، شما در همین تلویزیون میبینید چند تا از خبرنگارهاش اصلا عملا و رسما اطلاعاتی هستن، اطلاعات. یعنی زمانی که جمهوری اسلامی توی تاجیکستان ماموریت‌های فلان انجام میداده، یا توی هندوستان یا امثال اینها، یا توی سوریه، چند تن از این خبرنگاران رژیم اینترنشنال رسما اطلاعاتی هستن، رسما اطلاعاتی هستن که حالا گندش هم در اومده. خب وقتی ما برنامه های گذاشتیم در مورد اولین مجموعه ای که اومد افشا کرد که مرگ بر اسرائیل و مرگ بر آمریکا فریب بزرگی بود که به ما ایرانیان دادن، رستاخیز سیمور بود. وقتی همه این مطالب مطرح شد، همین رژیم اینترنشنال چند تا برنامه گذاشت، دقیقاً اومد صحبت های شما، من، جناب کمالپور رو به عنوان سوال مطرح کرد، از دو سه تا آدم دیگه پرسید، متو یه بار ما شدیم تحلیلگران فلسطینی اینجوری مطرح میکنن، یه بارم شدیم تحلیلگران اسرائیلی اینجوری مطرح میکنن. و حتی همین چند روز پیش یه برنامه‌ای داشت همین رژیم اینترنشنال، توش هم این بود که اسرائیل ستیزی چقدر به نفع اسرائیل بوده چقدر به ضرر اسرائیل بوده. همین خانم بهایی سیما ثابت، چون بهایی یعنی ثابت‌ها اکثرا بهایی هم و تهشون وصل میشه به فراماسون‌ها، من کار ندارم بهایی و یهودی اینا، یه بحث دیگه است، اما منظورم میخوام بگم ریشه از کجا داره میاد، یعنی همون جمهوری اسلامی در حقیقت. وقتی شما اینا رو مطرح میکنیم، خانم توی مصاحبهش برگشت به اون آقای که از اسرائیل بود، آقای میر جاودانفر، برگشت گفت آقای جاودانفر چقدر اسرائیل ستیزی به نفع اسرائیل بوده چقدر به ضررش بوده. این گفت همش به ضررش بوده. اون خانم برگشت گفت بعضی ها هستن که میگن نه، اسرائیل ستیزی به نفع اسرائیل بوده و این یه بازی بوده، جمهوری اسلامی هم همکاری میکرده. من توی توییتر یه توییت زدم برای خانم ثابت، گفتم خانم ثابت شما چرا از اون بعضی ها دعوت نمی‌کنید بیاد توی برنامه که مستنداتشون رو ارائه بدن؟ خب ملت قضاوت کنن دیگه. و ایشون با کمال پررویی مثل بقیه رفیقاش تق زد بلاک کرد، و اینا که کارشون همینه، بلاک میکنن. جمهوری اسلامی حزب سیاسی میکنه، اراذل اوباشش در صدا و سیماش در خارج از ایران هم حزبت میکنه که صدات به جایی نرسه. اینم خیلی جالب بود راجع به این رژیم اینترنشنال، گفتم اینو پیش بگم بد نیست، چون میدونم برنامه های ما رو میبینن. فردا روی همین برنامه میره چشمانداز میزگرد درست میکنه، چهار تا اره و اوره و شمسی کوره رو میاره که آقا ببینید حالا اینا که اینو مطرح کردن چی جواب بدید. بفرمایید. خواهش میکنم، زنده باشید. ببینید اون یه سری چیزای دیگه هم هست باید نشون داده بشه، اما من گمان میکنم که شاید ما نرسیم، چون بخشای زیادی از این کتاب باید به مردم نشون داده بشه. شما بفرمایید چقدر از زمان برنامه مونده که با همدیگه رایزنی بکنیم ببینیم چیکار بکنیم که شما بتونیم بخشای دکتر شما مبحثتون رو تموم بکنید لطفاً، به خاطر اینکه صحبت‌های شما پیش زمینه برنامه ما خواهد بود و احتمالاً ما مجبور شیم فردا و پس فردا با جناب قاسمی برنامه رو در دو بخش دیگه ادامه بدیم، چون خود ما هم رو اون چارت FTD که باید صحبت بکنیم به درازا خواهد کشید. به خاطر همین شما وقتی برنامه کامل بشه دیگه اون دوتا بخش بعدی برای ما. خواهش میکنم، زنده باشید. ببینید فقط برای که شبهه ای شک و شبهه ای برای هممیهنان ما پیش نیاد که خدای نکرده من یه مقدار شاید تهمتی میزنم به
برخی از این صهیونیستا، چون صهیونیستا اصلا خودشون تهمتن، ولی به خاطر اینکه واضح باشه ویدئوی شماره 4 و 5 رو ما نشون بدیم که این یهودیان اروپایی افتادن توی افغانستان و پاکستان توی کوها و توی بیغوله ها دنبال چی میگردن. خب اینو نشون بدیم، هم میهنان ما اینو خودشون قضاوت و دادوری یا داوری بکنن ببینن اینا دنبال چی میگردن. آیا ما این همه داریم توی رستاخیز میگیم که اینها برای مردمان این منطقه خاورمیانه و ایجاد خاورمیانه نو یا تازه یا جدید کلی برنامه دارن، تئوریسین و اندیشمند دارن، برنامه ریختن، کارگروه تشکیل دادن، سفر میکنن، افراد رو با پول میخرن، منتقل میکنن به اسرائیل، بعد از مردم آزمایش ژنتیک میگیرن، خون مردم رو میرن توی افغانستان و پاکستان و هندوستان آزمایش میکنن. آیا اینا رو ما از خودمون درآوردیم یا مردم میتونن خودشون ببینن که چه خبره؟ ویدئوی شماره 4 و 5 رو با هم دیگه ببینیم و بازگردیم. As in the Bible, the Pathans still engage in animal sacrifices for religious purposes. I am of the Musahel, the people of Moses. We make sacrifices of sheep. For example, at a wedding festival, our elders would sacrifice four sheep. Today, when times are good, a man can sacrifice 10 sheep. We make these sacrifices to please God and the people too. Also, some people used to light oil lamps on Friday nights to ask for forgiveness and blessings from God. Such are our traditions. We are in a country that is supposedly dominated by Muslims, but not Muslims, just any Muslims, Muslim fundamentalism. And yet we come face to face with people that say we are Musahel. We are from the people of Moses. We did look further. We were tipped off that across the border in Pakistan there was another stone rarely mentioned by Western scholars. Look at that. There it is, right over there. What is it? What is it? Here, the stone was accessible. To our surprise, we discovered that it too was not written in Sanskrit, but in the Aramaic alphabet. I see all the letters, the Aleph, the Ayin. And I'm standing in front of this 2,300-year-old postcard from the Lost Tribes. And when we pack up our gear and we go, and I'm like in shock, because I didn't expect to find it. I was thinking it's in Gandahar. I didn't know there was another one here. And there's two more in places we didn't go. And one has on it the Hebrew month of Elul. So then this guy comes up to me, and they told me, don't say you're Jewish, don't say anything, because people here are very Muslim, they may not take kindly to you. So he says, why were you able to read that? And I feel, I don't want to lie to this guy. And I said, because I'm a Jew. And this person, who's supposed to be my enemy, leans over with tears in his eyes, embraces me, and says, then you are my brother. بله بفهمید ای دکتر، بفهمید. خواهش میکنم. دیدین اینا چه خبره؟ به راستی دوست هم میهنان گرامی، دید ما گرفتار چه هستیم؟ اصلا بحشت. خب ای آقا رفته یه سنگ نوشته پیدا کرده. خب ما اگه بخوایم رو سنگ نوشته بریم که الان باید 600 میلیون نفر تو این منطقه بزرگ رو اصلا بگیم اینا همه متعلق به ما، بریم 4 تا آزمایش ژنتیک بگیریم تا مصر و تا روسیه و تا سمت چین و یه بخش بزرگی از هند و اینا همه متعلق به ایرانه دیگه.
همه هم ایرانی هم. خب البته بخششون هم که ایرانی تبار هستن، ولی نه دیگه مثل اینا یک کاره بلند شده از اونجا رفته رسیده تا توی نمیدونم جای دور افتاده افغانستان و طرف میگه ما قربانی میکنیم شب جمعه میدونم چراغ روشن کنیم، میگه این ویار موساهل، ما از تبار موسا هستیم و از بیشتر باید پوزش رو بگه ویار موساهل نه کنید. اما به هر روی ببینید که چه خبره. من باور کنید اگه جان خب شما میتونید یه ویدیو رو بذارید، نه ولش کنید من صحبت میکنم تشریف بیارید. ببینید همینان گرامی دقیقا از این ویدیوها زیاده، یه زنم هست نمیدونم اسرائیلی روسری میزنه بلند میشه میره پاکستان افغانستان هندوستان، بعد سالهاست اینا آزمایش ژنتیک آزمایشگاه ژنتیکی زدن و نمونه گیری توی هندوستان از پشتونای پاکستان و افغانستان و اینا نمونه ژنتیکی میگیرن، بخشی از این چند صد تن مثل این که از این پشتونا رو یهودی کردن متقاعد کردن با پول البته 100% اینا رو بلند کردن منتقل کردن اسرائیل. خب اینا ولکن ماجرا توی منطقه نیستن، اینا رو اگه باشون هر کدومشون در پیوند بودید بپرسی اینا دنبال چی میگردن. خب بابا ما که اگه بریم تو اسرائیل آزمایش ژنتیک بگیریم که بخشی از اینا اصلا تبار ایرانی دارن، که تبار ایرانی دارن. شما ببینید اصلا اینا این شکل منطقه رو میخوان بریزن به هم. یکی از ببینید سراغ بیشتر از همه نگران کجان؟ نگران عراق که نیستن، که عراق کشور نوسازیه. من فکر کنم جناب کمالپور جناب مهراد قطع شدن یا من قطع شدم. خب دوستان من فکر کنم دکتر مهراد اینترنت چون به مشکل خورد اعتمالا قطع شدن، حالا امیدوارم که من وصل بشم. بله در داستان که ما قبلا تو رستاخیز سیمرغ در موردش همیشه اولین بار بودیم و اولین کسا بودیم و متاسفانه تنها کسایی هم بودیم که در این موارد صحبت کردیم. زمانی که رئیس جمهور آمریکا آقای ترامپ و نتانیاهو اومدن در مورد معامله قرن صحبت کردن، ما رستاخیز سیمرغ برنامه گذاشت همش هم هست و صحبت سر این بود توی اون گفتگوهای نتانیاهو و ترامپ. آقای نتانیاهو رسما اعلام کرد گفت سرزمین آمریکا متعهد شده سرزمین‌هایی که در آینده جزء جناب کمالپور اگه صدامو میشنوی لطفا برگرد پشت دستگاه، سرزمین هایی که در آینده این سرزمین ها متعلق به تصویر متاسفانه به هم خورد. جناب کمالپور خب دوستان پوزش جناب کمالپور هم دارن یه گرفتاری برای پیش اومد یه لحظه از پشت دستگاه رفت دکتر مهرادم قطع شدن. اجازه بدید من دکتر مهراد اینجا اضافهش میکنم و امیدوارم که ایشون زودتر برگردن کادر تصویری ما هم به هم ریخت. خب دکتر مهراد برگشتیم؟ دکتر سروش مهراد برگشتیم یا نه؟ مهران جان هستی؟ خود تصویر ریخت به هم دکتر مهران قطع شد تصویر ریخته به هم. برگر رو دوتا تصویر خودمون یا یه تصویر بذار من صحبت هم تمام کنم تا دکتر مهران برگرده. من این داشتم میگفتم به دوستان که حالا تصویر الان درست میشه. زمانی که طرح معامله قرن یا طرح چیز اومد اعلام شد آقای نتانیاهو رسما اعلام کرد گفت آمریکا متعهد شده سرزمین هایی که در آینده متعلق به اسرائیل خواهند شد و بود رو به رسمیت بشناسه و ما از امروز داریم توش کارهای اطلاعات امنیتی رو توی اون جریان سخنرانیشون گفت که ما داریم انجام میدیم. درست گفت. بعد از اون شما دیدید جریان طرح ابراهیم و از این ور باکو و از اون ور افغانستان و ادامه این جریان ها و متاسفانه تمام این مسائل تمام این
زد و بند ها و شارلاتان بازی ها و شاموتی بازی ها و ایران ستیزی ها به خاطر بلعیدن ایران ماست. همون ایرانی که متاسفانه یه سری ایرانی یعنی از توش اومدن بیرون و در اختیار این جریان ایران ستیزی قرار گرفتن برای 2000 سنار نمیدونم پول، حاضرن کشورشون رو، وطنشون رو، خاکشون رو بفروشن و این بسیار بسیار به جای تأسف داره. در کنار این، حالا دکتر مهراد برگرده، برنامه امشب بر این منوار بود که ما بیایم اندیشه شخصی به نام برندا شفر رو باز کنیم، بگیم دنبال چی هست این خانم، دنبال چی هست، کجا آب میگیره، آب میخوره و زیر مجموعه های این شخص کیه که بسیار بسیار گسترده است، هم در داخل ایران هم در خارج از کشور، که توی شاید به شما بگم 90% چیزی که شما به اسم اپوزیسیون بهتون فروختن زیر مجموعه اندیشه همه خانم برندا شفر هستن. آدم های شیک، آدم های با کلاس، آدم های مؤدب، بسیار بسیار مؤدب، آدم هایی که به قول معروف از گل نازکتر شما ازشون نمیشنوید، آدم هایی که همش میخندن، آدم هایی که فیلم های سینمایی آنچنانی براتون بازی میکنن، آدم هایی که خیلی شیکن، خلاصه خیلی شیکن، پرچم شیر و خورشید هم دارن، اما اون آدم ها دارن تلاش میکنن برای پیاده کردن اندیشه شخصی به نام برندا شفر. این برندا شفر دوتا کتاب داره، نمیدونم اومدم دکتر مهراد برگردن دکتر سروش مهراد و این کتاب رو یه بار دیگه معرفی کنه که دوستان بشنوم. بفرمایید مهراد جان. من فکر کنم اینترنتشون قطع شده، فقط دوستان در جریان باشید به خاطر اینکه صحبت‌های آقای دکتر مهراد زمینه سازی اون چیزی هستش که ما میخواییم مطرح بکنیم و ما در بخش FDD یک بخش بسیار بسیار مهمی رو داریم که امیدوارم الان من بتونم یه بخشی رو اینجا بهتون نشون بدم و فعلا امکانش نیست در این بخش، ولی در هر صورت بیشتر گروه هایی که شما دارید الان به عنوان اپوزیسیون جمهوری اسلامی در خارج از ایران و در داخل کشور میبینید برگرفته از یک اندیشه هستن که در اون راستا دارن تلاش میکنن. یه جمله ای رو بارها ما به عنوان یک جمله کلیدی که شاهزاده رضا پهلوی مطرح کردن بیان کردیم و اون اینه که به عملکرد افراد و گروه ها نگاه کنید. اینکه در آغاز فعالیت یه دفعه میان با یه مانیفست کاملا میان پرستانه و مردم رو جذب میکنن به خودشون به عنوان نیروهای جدیدی که وارد عرصه شدن و رفته رفته هرچی میره جلوتر میبینن که خب مردم دارن بیشتر جذب میشن، شعارهای پرتمطراق دهن پرکن میدن، مثلا میدان میلیونی را بندازید، مردم میگن آره اوکی خب خوبه چیکار کنیم حالا بعدش. یه دفعه میبینید که نه، کلن برخلاف همون مانیفست خودشون شروع میکنن حرکت کردن و مسیر مردم رو صاف میبرن تو بغل دشمن. بحثی که ما نسبت به اسرائیل داریم اصلا بحث، جناب قاسمی در اول برنامه هم اشاره کردن، بحث یهود یا ملت یهود نیست، مردم اسرائیل ما کاری نداریم. یک اندیشه هست که شما اگر برگردید به 77 سال پیش 80 سال پیش، یعنی از زمانی که اسرائیل به عنوان یک کشور در سازمان ملل متحد به رسمیت شناخته شده و این روند رو ببینید به چه صورت رشد کرده اومده جلو و از سال 57 رشد اسرائیل تا به امروز به صورت تصاعدی بوده، به خیلی از مطالب بدون نیاز به اینکه این اسناد منتشر بشه پی خواهید برد. در طول 2 سال گذشته و خصوصا بعد از پیمان ابراهیم و اون معامله بزرگ قرن که دونالد ترامپ برای اسرائیل زمینش رو فراهم کرد و آشتی دوباره اسرائیل با برخی از کشورک های حاشیه خلیج همیشگی فارس، شما شاهد این هستید که اسرائیل داره با جمهوری اسلامی در یک مسیر کاملا مشخص حرکت میکنه. یکی از بحثایی که در داخل پرانتز باید بهش دوباره یادآوری بکنم
در خصوص کتاب دردامگر حادثه است. یکی از پرسش‌هایی که از پرویز ثابتی میشه یا یکی از مطالبی که آقای دکتر انتصار در رابطه با پرویز ثابتی در مقدمه کتاب یادآوری کردن نوشتن، 5 پیشنهاد و پرویز ثابتی به شاهنشاه آریامه به عنوان پروژه هایی که میتونه از بحران ایران و حکومت پادشاهی رو خارج بکنه مطرح میکنن. یکی از اون پروژه ها مقابله با رئیس جمهور جدید آمریکا یعنی کارتر بوده و اشاره مستقیم میشه به اینکه تبلیغات انتخاباتی کارتر در اون زمان دقیقاً مشابه با کندی هست و بر علیه حکومت پادشاهی و بر علیه ایران صحبت شده و امروز به جای تعامل با سیاست های کارتر شما باید باشون مقابله بکنید، باید جلوشون بایستید. که شاهنشاه آریامه در اون زمان تعامل با آمریکا رو بیشتر به نفع ایران میبینن و این کار رو نمیکنن. اما همین روند رو شما میبینید از سال 57 به این ور جمهوری اسلامی هم با آمریکا انجام داد هم با اسرائیل. منافعی که این دو تا کشور در طول این 42 سال هم از قبل ایران بردن هم از قبل خاورمیانه بردن، در طول دو قرن اخیر بی سابقه است. ایران رو دقیقا شما فرض کنید جاروبرقی گذاشتن، تمام منابع این کشور و مردم ایران رو دارن ساکشن میکنن میکشن به سمت خودشون و این پروژه مربوط به امروز نیست. پروژه‌ای که در سال 2001 رقم خورد حداقل برای یک قرن آینده بوده، یعنی تا سال 2101 تا سال 2101 اینا برنامه ریزی کردن که در ایران چه اتفاقاتی باید بیافته، در کشورهای دیگه در خاورمیانه چه اتفاقاتی باید بیافته. این چیزایی که الان شما به عنوان سند میبینید آقای دکتر مهراد در رابطه باش صحبت میکنه فقط اندیشه یک فرد نیست، چون اندیشه و تئوری یک فرد میره تو بخش وزارت امور خارجه، میره تو بخش سیاست های خارجه یک دولت، بارگذاری میشه و بهش پرداخته میشه، شاخ و برگ داده میشه و بر اساس اون استراتژی عملیاتی در روابط بین الملل چیده میشه، چه در رابطه با اسرائیل باشه و چه در رابطه با آمریکا و انگلیس و سایر کشورهایی که چشم طمع دوختن به منافع ایران. و اینجا جمهوری اسلامی ثابت کرده که به عنوان یک حکومت دستشانده که خاک ایران رو اشغال کرده صرفا اومده فقط زمینه رو مهیا کنه تا این نقشه ها به درستی و بدون کم و کاستی و بدون خطا اجرا بشه، وگرنه این همه منابع مالی ما داره هزینه میشه در کشورهای دیگه. از اون طرف شما خود کشور اسرائیل رو میبینید، کشوری که از نظر تسلیحات نظامی خوب دقت کنید، مخصوصا همیانان یهودی ما که رگ گردنشون پاره میشه وقتی اسم اسرائیل رو میاری دقت کنید، یه مقدار کشوری که از نظر تسلیحات نظامی پیشرفته است، دارای بمب اتم هست و گنبد آهنی داره در شهرش و یکی از صادرکنندگان مهم تسلیحات نظامی امروز در جهان مطرح است. از نظر امنیتی یک کشور پیشرفته و موساد یکی از کشورهای پیشرفته، یکی از سیستم‌های پیشرفته امنیتی در جهان محسوب میشه. چطور امکان داره سیستم امنیتی موساد بتونه مواضع سپاه رو در خاک لبنان، در خاک سوریه، در عراق، در هر جایی که دلش میخواد بزنه؟ چطور امکان داره موساد، ادعای خودشه ما نمیگیم، موساد بتونه شرایط رو مهیا کنه و فرایندی رو ایجاد بکنه یک سلاح یک تنی رو بفرسته داخل ایران برای کشتن محسن فخری‌زاده و بتونه هزاران هزار کار انجام بده در هر جایی که دلش میخواد، اما نمیتونه از سربازای خودش دفاع بکنه در مقابله با حملات تروریستی و یا انتحاری یه سری مسلمان افراطی؟ چرا نمیتونه؟ من
به شما میگم در اون مقطع میتونه اما نمیکنه، چون نیاز داره با این سلاح بگه ببینید ما مورد حمله تروریستی قرار گرفتیم، ما مورد حمله موشکی قرار گرفتیم، ببینید جمهوری اسلامی امروز داره ما رو تهدید میکنه به زدن، به نابودی، به اینکه ما رو میخواد از روی نقشه حذف کنه. یک در موسیقی یک اصطلاحی هست سوال و جواب، یکی میزنه یه نوازنده ویالون میزنه بعد ضربیه میزنه. این در سیاست داره بین جمهوری اسلامی و اسرائیل 42 سال تکرار میشه. بارها اینو تو برنامه‌مون گفتیم، واژه‌هایی که از سال 57 یا شعارهایی که از سال 57 ساخته شد برگ برنده این کشورها بوده. کدوم عقل سلیمی میتونه حکم بکنه که یه مشت دانشجوی خط امامی بی سواد عقلشون به این برسه که از دیوار سفارت آمریکا برن بالا و 444 روز یک سری دیپلمات رو خواسته باشن اسیر کنن، غیر از اینه که یک خط و ربط جهانی هست برای اینکه در یک روند بتونن منافع جهانی ببرن و در رأس همه در این قضیه اخیری که عرض کردم آمریکا. کدوم عقل سلیمی حکم میکنه دو تا قایق تندرو سپاه بره یه دونه قایق نظامی آمریکایی رو، یه قایق تندرو نظامی آمریکایی رو بگیره و خدمه اونو اسیر بکنه ببره که باج بگیره؟ اصلا تمام اینها با تمام این قدرت‌ها و ابزارهایی که دارن در تضاد کامل هست. اینجاست که هماهنگی بین جمهوری اسلامی از سال 57 حتی قبلترش تا به امروز شما میتونید ببینید. یه مثال دیگه، از سال 53-54 نیروهای مختلف و همین روحانیونی که در اون موقع روحانیون مبارز بودن، چریکان فدایی خلق و مجاهدین خلق و تروریستا را میفرستادن در خارج از ایران، در کمپ های آموزش نظامی در فلسطین یا در لیبی یا در سوریه آموزش میدیدن. چطور اون موقع جامعه جهانی دنبال تروریست نبود، دنبال حقوق بشر نبود، دنبال هیچ چیزی اینا نبود، فقط حکومت پادشاهی داشت نقض حقوق بشر میکرد؟ چطور اون موقع جامعه جهانی نمیدید که سرباز بدبختی که 2 سال خدمت ضروری داره میره پادگانش خدمت بکنه رو همین مجاهدین، همین چریکان فدایی خلق، همین تروریست ها میگرفتن میکشتن، بسیاری از مردم عادی رو کشتن، اینا رو ندیدن، سینما رکس رو ندیدن؟ بعد از اون چرا در طول این 42 سالی همچین اتفاقی برای براندازان و مبارزانی که دارن با جمهوری اسلامی میجنگن شرایطش مهیا نمیشه؟ یه سوال ساده است. ما که دنبال نبرد مسلحانه نیستیم، ما مخالف هر گونه خشونت در مبارزه هستیم، دنبال نافرمانی مدنی خشونت پریزیم. یه اما بزرگ وجود داره و اون اینه که تمام این قدرت ها در هم تنیده شدن. تا سال 76 از بعد از تا منتظریم حالا آقای دکتر بیان، امیدوارم آقای قاسمی بتونه دوباره بیارنشون روی خط. از بعد از جنگ 8 ساله شما میبینید تا سال 76 عملا جمهوری اسلامی تبدیل میشه به یک حکومت تک حزبی. چطور در زمان حکومت شاهنشاهی که شاهنشاه پیشنهاد داد برای همبستگی و یک پارچگی کشور همه بیان، فعالین سیاسی همه بیان تحت پوشش یک حزب اسم رستاخیز، داد همه بلند شد و تا همین امروز همه ایراد میگیرن، از چپی چپ گرفته تا راست میانه گرفته اعتراض میکنن که یکی از بزرگترین خطاهای شاهنشاه تک حزبی کردن کشور بوده. در جمهوری اسلامی تا قبل از سال 76 این اتفاق رقم خورد، صدا از هیچ کس در نیامد، صدا ما از دیوار شنیدیم ولی از این فعالین سیاسی و کنشگران و این روشنفکرنماها هیچ صدایی در نیامد، تا اینکه آقای جورج سوروس بلند میشه میاد یه تئوری رو اجرا میذاره در منطقه، در کشور ما سعید حجاریان و محمد خاتمی و به قول جناب قاسمی ارو و رو شمسی کوره با هم جمع میشن، اصلاح طلبان رو را میندازن تا این مسیر
فرایندی رو طی بکنه برسن به جمهوری فدرالی که زمینه ساز تجزیه ایران بشه. و امروز میبینیم انقدر گفتن جمهوری فدرالی که دیگه با واژگان تجزیه و جدایی طلبی کسی ککش نمیگزه. اگر مردم ایران از این قضیه واقعا بهشون فشار بیاد، جواب یک تجزیه طلب فقط این نیستش که آدم بره واسه فحاشی کنه، با دلیل و منطق و تاریخ و دلایل اقتصادی، دلایل منابع یک کشور، دلایل آبخیزداری در یک کشور، منابع آبی، همه اینها رو وقتی شما جمع بکنید میتونید اگر اون تجزیه طلبه واقعا میهن پرست باشه و بر اساس این باشه، این حرفی که داره میزنه، فشارهایی که جمهوری اسلامی داره میاره قرارش داده توی منگنه. و اینکه هر جای تجزیه بشه میشه مستعمره جدیدی برای یک کشور مثل اسرائیل، مثل انگلستان، مثل آمریکا. و اینا رو نمیخوام باور کنن، نمیخوام قبول کنن، چون پول گرفتن اونایی که نشستن مثل همین عثمان زرقندی، مثل جمال پورکریم، مثل حسین بور، مثل حسن شریعت مداری و خیلی های دیگه، یا در داخل مثل محسن رضایی، مثل محمد خاتمی، مثل سعید عجاریان، مثل فائزه هاشمی، مثل نرگس محمدی که اخیراً رفته بیانیه سعید عجاریان رو امضا کرده و قبول کرده، تایید کرده، مثل عصمت الله تبرزدی، تمام این اراذل و اوباش پول دارن میگیرن که این نقشه ها رو پیاده کنن. خب جناب مهراد نیومدن فکر کنم هنوز. نه فکر کنم برقشون اونجا ارمنستان، فکر کنم برقش رفتشون اصلا توی اینترنت نیستم. درست. من چند تا مطلب رو بگم بعد برنامه امشب رو ببندیم بیفتیم برای برنامه بعدی. اولی که هیچ میهن‌پرستی تجزیه طلب نمیشه و هیچ تجزیه طلبی میهن‌پرست نمیشه. یعنی یک کسی مثل علی تجزیه جاج یا مثل عثمان زرقندی یا همسان اراذل اوباش، شما هزار و اصلا یک میلیارد منطق برای اینا بذار روی زمین، بذار روی میز، اینا مرغشون یک پادره. ملیت های ایران حق خودگردانی، خودمختاری برای این مزخرفاتی که میدن، چون پول میگیرن براش. وقتی پول شما، وقتی یارو مأمور اجرای یک سیاستی باشه مثل سیاست برند و شفر، خارج از این چارچوب نمیتونه بره. اصلا نیومده که با شما بحث منطقی بکنه، که اون اومده حرفش رو از طریق تریبون شما یا گفتگوی با شما یا با مشروعیتی که حالا شاید بعضی ها داشته باشن، اون حرف رو به گوش مخاطبان طرف مقابلش هم برسونه. بنابراین هیچ میهن‌پرست تجزیه طلب نمیشه و اینا هر چقدر باشون بحث کنی مرغشون یه پا داره. اما یه مطلبی که کمانفور راجع به پرویز ثابتی گفتن، پیشنهاداتی که پرویز ثابتی به شاه داده، داریوش همایون، قدرت الله همایون هم بعد از انقلاب خیلی اومد گخوری های اضافه کرد، من اینجوری گفتم، من اینجوری گفتم، اما تاییدش کدوم اینا سندیت نداره. از نظر من پرویز ثابتی در اندازه‌ای نبوده که بخواد به شاهنشاه پیشنهاد بده. شاهنشاهی که تا 50 60 سال آینده رو میدیده و میدونست داره چه اتفاقی میفته، یه کسی مثل پرویز ثابتی اصلا در اون اندازه نبوده به نظر شخصی من که بیاد به شاه پیشنهاد بده. و یکی از به نظرش، بازم به نظر شخص من، همینقدر که بختیار و قدرت الله همایون و اردشیر زاهدی به شاه و به کشور ایران خیانت کردن، این پرویز ثابتی هم در ایران همونقدر به کشور ایران خیانت کرد. و به نظر من یکی از تئوریسین هایی که تا امروز جمهوری اسلامی رو نگه داشته همین پرویز ثابتیه. یه سری افراد بودن در جریان انقلاب 57 که بعد از اون اتفاق تا امروز دارن مزایاشو میبرن، مثل اردشیر زاهدی، مثل حسین نصر که ولی نصر پسرش زیر مجموعه برند و شفره، مثل حسن شریعت مداری که پدرش تو خودش و پدرش انقلابی بودن، هم دارن مزایاشو میبرن. و پرویز ثابتی هم خارج از این مستثنا نیست. یه بیت شعر داریم ما که میگن تا مرد سخن نگفته باشد، عیب سخنش نهفته باشد. آقای پرویز ثابتی اگر ریگی به کفشش نیست، آقای عرفان قانی فرکنو دارم خطاب به شما میگم، اگر آقای پرویز ثابتی ریگی به کفشش نیست، بیاد یک مصاحبه زنده با دو تا خبرنگاری که مستقل باشن، دو تا پژوهشگر بیاد و وقت ببینیم که آقای پرویز ثابتی چه چیزایی رو گفته و حرفایی که امروز داره میزنه با کارهایی که اون روز کرده تومنی سن داره به نظر من اختلافشه. اینا بسیار بسیار مهمه که دوستان در موردش بدونن.
برنامه بعدی ما توی همین سلسله مراتب چهارراه سرگردانه، چهارراه سرگردانه که 42 سال ملت ایران رو دور زده دور زده دور زده به یه جایی رسونده که امروز میگین 5 تا کرد اعدام شدن، 4 تا بلوچ زندانی شدن، 5 تا عرب فلان شدن. و این بسیار بسیار خطرناکه برای ملت ایران. آغاز رسمی تجزیه ایران توی افکار عمومی شروع شده. ما در برنامه‌های بعدی امشب دیگه فرصت نمیشه اون چارت اصلی سازمانی سروس رو با نمودار خدمت دوستان نشون میدیم، بخش بخشش رو توضیح میدیم، آدم‌هاش رو بهتون معرفی میکنیم، زیر مجموعه‌هاشون، کارهایی که انجام دادن، چه زمانهایی باید چه کارهایی انجام میدادن. بعد وقتی شما این چارت رو ببینید، وقتی این مسائل رو بشنوید، خیلی از دوستانی که برای شاید برنامه رستاخیز سیمرغ رو دنبال نمی کردن گوشاشون سرخ میشه که ای وای اینم آره. بعد میبینید که بله این جریان هم آره، اون آدم هم آره، اون یکی هم آره. و برای همینه که شما توی این 42 سال میبینید یک جریان قدرتمند پادشاهی خواهی علارغم اینی که تمام قیام دیما، آبان ما و پاسارگاد ملت ایران اومدن شعار جاوید شاه و رضا شاه روحت شاد را سر دادن یا شاه ایران برگرد به ایران رو سر دادن، شما یک جریان قدرتمند پادشاهی در خارج از ایران نمیبینید. چرا نمیبینید؟ چون این جریان برندا شفر یا FDD همه جا ریشه کرده و هر کجا شما بخواید کاری انجام بدید یکی از جانوران این سر از خاک میاره بالا و جریان رو به هم میزنه و جریان غالب میشه. جریان چی؟ میشه جریان دموکراسی، اونم از نوع جورج سوروسیش و این بسیار بسیار خطرناکه برای کشور ما. من فکر کنم دکتر مراد جان جوابگو نمیدن، شما اگه صحبتی دارین. نه عرضی ندارم، تا فردا شب برنامه خودمون رو شروع کنیم بریم روی چارت، بعد قطعا یه برنامه دیگه مجبوریم با آقای دکتر مهراد بذاریم چون تا اینجا حدوداً 30% از اسناد و مدارک ما نشون دادیم، 70% از اسناد و مدارک موند و متاسفانه فکر میکنم در یک برنامه دیگه باید در رابطه با این مدارک و اسناد هم صحبت کنیم. به همین دلیل پس نام کتاب برند شفر رو یکی از دوستان اینجا نوشته بود، نام کتاب برند شفر رو دوستان جواب کنم رو بگو برای دوستان که میخوام برم بخونم، بخونید که برای برنامه بعد آمادگیشو داشته باشید که چه چیزایی رو میخوایم خدمتتون عرض کنیم. نام کتابش رو میدونید جان خارگو؟ بله بله، الان به دوستان کامل نشون بدهم. اجازه بدید. دوستان تو این فاصله لطفاً یه بار دیگه برنامه رو تو فیسبوک پخش کنید، حتماً هم برید لینک یوتیوب برنامه رو پخش کنید چون بسیار بسیار مهمه. کسایی هم که در آینده در اینستاگرام و تلگرام برنامه رو می‌بینن لطفاً کانال رستاخیز رو فالو کنید و این برنامه رو برای دوستانتون بفرستید. این صحبت‌ها صحبتاییه که دون چارچوب مافیای رسانه‌ای شما هرگز نخواهید شنید، اصلا اجازه نمی‌دن در موردش صحبت کنید. بله، اسم کتابی که آقای دکتر داشت صحبت می‌کرد در رابطه باهاش مرزها و برادری، ایران و چالش هویت آذربایجانی، من اینو اجازه بدید فرتورش هم نشون بدم به دوستان که اگر خواستن. بله، مرزها و برادری، ایران و چالش هویت آذربایجانی، برندا شیفر، ترجمه یاشار صدقیانی آذر. بله، فردا ساعت برنامه ای که دوستان نشید چه ساعتی توی رستاخیز اعلام میشه، احتمالا همون 9:30 ایران 7 اروپای مرکزی خواهد. حیف شد با دکتر مراد این برنامه رو نتونستیم. بله متاسفانه، خب دیگه اینجوریه. خب بریم جواب کباب رو. من سپاسگزارم از شما، از همه دوستانی که برنامه رو مشاهده کردن. تا برنامه فردا و در آینده، پاینده ایران، جاوید شاه، خدا نگهدار. بله، سپاس از شما جناب قاسمی عزیز، سپاس از جناب دکتر سروش مهراد، براتون بهترین ها را از صمیم قلبم آرزو میکنم. پاینده ایران و ایرانی، برافراشته باد پرچم سرنگ شیر و خورشید نشان، تا جان در تن من است، تا خون در رگ من است، تا ابد جاوید شاه تنها کلام من است و
و ایران تنها سرای من است. تا برنامه بعد، بدرود.